شرکت عمومی حمل و نقل مسافران و کلیه زیرمجموعه های وابسته به وزارت حمل و نقل عراق از اول ماه صفر تا کنون به جابجایی و نقل و انتقال زائرین ادامه می دهند و بدین منظور بیش از 600 اتوبوس برای حمل و نقل زائران اربعین در حال فعالیت هستند. به گزارش که همکارم در این زمینه تهیه نموده توجه فرمود. شرکت های حمل و نقل عمومی و مدیریت حمل و نقل خصوصی فعالیت خود را در زمینه نقل و انتقال زائران اربعین از ابتدای ماه صفر آغاز کرده اند. این نقل و انتقال از گذرگاه‌های مرزی شلمچه، چذابه، خسروی و مهران تحت نظارت اتاق عملیات وزارت حمل و نقل و ادارات استانی صورت می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، کریم کاظم حسین، مدیر عامل شرکت حمل و نقل عمومی در این رابطه گفت بیش از 350 اتوبوس برای انتقال زائرین ورودی از گذرگاه‌ها به سمت عتبات عالیات و 300 دستگاه اتوبوس نیز برای انتقال زائران از استان کربلا به سوی گذرگاه‌های مرزی در حال فعالیت هستند. وی در ادامه افزود با نزدیک شدن به روزهای منتهی به اربعین حسینی با توجه به افزایش تعداد زائران در داخل شهر مقدس کربلا و با آغاز بازگشت زائران از کربلا به سمت گذرگاه‌های مرزی احتمال افزایش این تعداد در روزهای آینده وجود دارد. وزارت حمل و نقل تأکید نموده که کمیته‌های ویژه‌ای برای نظارت و کنترل نرخ کرایه وسایل نقلیه برای جابجایی زائران را راه اندازی نموده که این موضوع را پیگیری می کنند. احمد کریم الموسوی، مدیر عامل شرکت حمل و نقل خصوصی نیز با اشاره به اینکه طرح انتقال زائران توسط این شرکت از اول ماه صفر آغاز شده در ادامه گفت این طرح شامل انتقال هزاران زائر از تمامی گذرگاه‌های مرزی به سمت عتبات عالیات می باشد و این فرایند با فعالیت وسایل نقلیه در اندازه‌های مختلف به صورت نسبتاً مطلوبی انجام گرفت. وی با بیان اینکه این شرکت کمیته‌های تخصصی برای پیگیری قیمت‌های نظارت و کنترل قیمت‌ها تشکیل داده خاطر نشان کرد وسایل نقلیه مختلفی در حال حاضر در شهر مقدس کربلا در حال خدمت رسانی هستند و برخی از وسایل نقلیه هم در دیگر استان‌ها و همه محورهایی که زائران در آنجا حضور دارند توزیع شده‌اند و انتظار می‌رود که بازگشت زائران در روزهای آینده آغاز شود. گفتنی است که شرکت راه آهن عراق نیز با آماده سازی 16 قطار مدرن در محورهای بغداد کربلا، بصره کربلا، سوق الشیوخ، ناصریه کربلا، دیوانیه کربلا و بالعکس در طرح نقل و انتقال زائران اربعین مشارکت دارد. ناوگان هوایی عراق نیز در این زمینه فعالیت خود را آغاز نموده و فرودگاه های بین المللی بغداد و نجف همراه با 26 هواپیما برای تمامی کشورهایی که از آنجا زائران حسینی عازم عراق خواهند شد از جمله بحرین، کویت، بیروت، ایران، هند، پاکستان خدمت رسانی خود را آغاز کردند و علاوه بر آن اتوبوس هایی برای انتقال زائران از مبادی ورودی فرودگاه های بین المللی بغداد و نجف به شهر مقدس کربلا در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است که تا کنون 38972 نفر از گذرگاه مرزی صفوان، 385152 نفر از گذرگاه مرزی خسروی، 732905 نفر از گذرگاه مرزی شلمچه، 1,308,139 نفر از گذرگاه مرزی مهران، 35,263 نفر از گذرگاه مرزی تمرچین، 211,733 نفر از گذرگاه مرزی چذابه، 25,685 نفر از گذرگاه مرزی باشماق و 3,955 نفر نیز از گذرگاه مرزی قائم واقع در استان انبار وارد عراق شدند.
همچنین تا کنون 62,793 نفر از فرودگاه بغداد و 132,515 نفر از طریق فرودگاه نجف وارد عراق شدند. در مجموع تا کنون 2,912 نفر وارد عراق شده و 1,328,484 نفر نیز از عراق خارج شده اند.